در این بخش خواهیم پرداخت به پارامت های پیشرفته در تعریف کرسرها. ها ببینید با این پارامترها ها سرکار خواهیم داشت و چند تا از اونها رو توضیح میدیم این پارامترها ها بعد از کلمه کرسر ذکر میشن حالا با هم دیگه ببینیم همونطور که گفتم این پارامترها ها بعد از کلمه کرسر ذکر میشن پارامترهای های عمومی قبل از کلمه کرسر بودن یکی از اونها کلمه کلیدی لوکال هست دقت کنید این بخش خیلی مهمه مبحث جالبی هم هست وقتی که از کلمه کلیدی لوکال استفاده می کنیم دقیقا مثل حالت اطعت آیدنتیتی که من صحبت می کردم و اسکوپ آیدنتیتی حالت لوکال برای شما حالتی هست که اگه این کرسر رو دارید توی یه استود پروسجر استفاده می کنید فقط درون اون استود پروسجر این کرسر تاثیر میذاره و می نتیجه بده یعنی لوکال هست فقط درون اسکوپی که داره کار انجام میده نتیجه بخش هست اما اگر که از کلمه گلوبال استفاده بکنیم این حالت دیگه وجود نداره و کرسر در سطح اسکیل سرور و در سطح دیتابیسی که شما دارید اعمال نفوذ خواهد کرد اگر کلمه گلوبال رو اووردید میتونید حتی توی استود پروسیجر دیگه از این کرسر استفاده بکنید یعنی روی اون کانکشن در لحظه معتبر هست هرچند خیلی حالات پیشرفته و استثنایی باید پیش بیاد تا شما نیاز به یه همچین چیزی داشته باشید یعنی به اون صورت یه همچین مدل کرسری رو تا به حال نبوده که به اون شکل توی روندهای تولیدی اپلیکیشن بهش گرفتار شده باشیم مگر اینکه حالاتی پیش بیاد که دیگه واقعا مجبور به استفاده از اون بشه برنامه نویس که خب به حال امکاناتش فراهم هست حتی خود مایکروسافت هم در کتب هم اینها رو عنوان کرده که به اون صورت اینها کاربرد اون شکلی ندارند بعضی وقتها هم بعضی از این امکانات به دلیل رقابت با دیگر دیتابیس های موجود در بازار ارائه میشه مثلا توی اوراکل یک امکانی گذاشته میشه دقیقا همون هم در اسکیل سرور در نسخه بعدی گنجونده میشه که این دو از لحاظ کاری با هم دیگه بتونن رقابت کنن وگرنه یعنی بعضی از این خواص به اون صورت قابل استفاده نیست یعنی پروژه هایی که مطرح میشن به اون شکل بزرگ نیستن یا اگه بزرگ باشن مشکل رو میشه یه طور دیگه هم حل کرد و دیگه لازم نیست آدم یک کرسر رو به صورت گلوبال تعریف بکنه و ازش استفاده بکنه ولی به هر حال امکانش وجود دار آیتم فوروارد اونلی هم باز مشابه حالت اسکرول هست اگر اسکرول رو ذکر نمی کردیم فقط به سمت جلو می تونستیم حرکت کنیم حالا اگر فوروارد اونلی رو ذکر بکنیم هم باز هم حالت پیش میاد فقط فچ نکست می تونیم داشته باشیم فچ به سمت جلو نمیتونیم برگردیم اصلا دقت کنید اسکیل سرور میگه وقتی که کرسر رو ذکر نکنید فوروارد اونلی رو هم ذکر نکنید کرسر خود به خود فوروارد اونلی خواهد بود این دقیقا چیزی که خود اسکل سرور داره اعلام میکنه میگه اگه حالت کرسر رو ننوشتید حالت فوروارد اونلی رو هم ننوشتید یعنی هر دو نبود من کرسر رو فوروارد اونلی محسوب میکنم آیتم استاتیک مشابه این هست یک کپی است تیبل شما میگیره توی تمپ دی ذخیره میکنه و نویگیت ها رو روی اون انجام میده اما تیبل شما رو هم قفل میکنه یعنی اجازه تغییرات در تیبل تا وقتی که کرس فعاله رو به شما نمیده پارامتر کیست با پارامتر کیست اگر که ذکر بشه به ازای هر رکورد همون شماره رویی که داره نه اون شماره که توی فیلد ها هست شماره رویی که خود SQL میشماره و جلو میاد میشه یه شماره یونیک برای اون رکورد میتونید حتی ازش استفاده بکنی این هم امکانی هست که با آوردن پارامتر کیست به شما داده میشه پارامتر داینامیک با ذکر کردن پارامتر داینامیک باز شما میتونید در سر تا سر رکورد ها جلو و عقب برید بعضی از این آیتم ها مشابه حالت ساده هستند اما خب به حال اونا رو باید در این حالت بعد از کلمه کرسر ذکر بکن اینها پارامترهای رایجی بودند که برای کرسرها به کار میرند مگرنه باز هم پارامتر دارن. ولی بعضی از اونها دیگه اونقدر استثنایی هستند که اصلا اسمی از اونها اووردن به اون صورت دلیلی نداره حتی بعضی از همین که ما عنوان کردیم رو من توضیح دادم به اون شکل باهاشون سر و کار نداریم خب این هم از معرفی آیتم هایی که در تعریف کرسه در حالت پیشرفته لازم بود که بدانیم که خب توضیح داده شد بریم بخش بعدی در اونجا هم با کرسر ها کار داریم و باید یه سری از استفاده های دیگه و روش های استفاده دیگه از اون رو